Christian dude. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام بر شما. برنامه امروز رو بر اساس نوشته‌ای که دوست جوان و دانشمند ما آقای جواد یوسفی فرستادن براتون ساختم. ایشون نوشتن که در مورد آیه 26 سوره بقره هم اگر برنامه بسازین بسیار زیبا خواهد بود، چون بنده خودم با همین یک آیه به یقین کامل در مورد وجود خداوند رسیدم. برای منم تعجب آور بود که این چقدر این آیه چی بوده، نمیدونستم. رفتم تحقیق کردم، خیلی خوشحال شدم که معنی این آیه رو درست فهمیدم. این آیه 26 از سوره بقره، من خودم پنج تا معجزه درش پیدا کردم. شما آیه رو ببینید، یکی یکی معجزاتش رو با هم صحبت می‌کنیم. بیارید لطفاً پنج معجزه رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه. تا همینجا. در اینجا دو تا معجزه است. بقیش باز می‌خونیم، فما فوقها رو بعد می‌خونم. معجزه چیه؟ معنی چیه؟ میگه خداوند پروا نداره، خجالت نمیکشه که از پشه دم حرف بزنه. الله پاک با اون عظمتش از پشه حرف بزنه. پشه برای بشر هیچ اهمیتی نداره. میگه بابا مثل پشه است، یعنی هیچی نیست. ولی خداوند داره میگه نه، اینطوری هم نیست که شما فکر میکنین. پشه خیلی چیزاست. و شما آیا میدونستید که بزرگترین کشنده بشر پشه است؟ بیارید من براتون بیارم ببینید. نگاه کنید لطفا، بیارید تا فرمان. حیواناتی که انسان رو میکشند در سال، کوسه سالانه 10 نفر رو میکشه. کوسه سالانه 10 نفر رو میکشه. خب گرگ سالانه 10 نفر رو میکشه. گرگ دیگه کجاست؟ شیر سالیانه 100 نفر رو میکشه. فیل هم همینطور سالیانه 100 نفر رو میکشه. اسب آبی در آفریقاست، سالانه 500 نفر رو میکشه. کروکودیل یعنی تمساح سالانه 1000 نفر رو میکشه. خب دیگه چی؟ کرم سالیانه 2000 نفر از حمله کرم به قتل میرسن. البته این نمیدونم منظورش کدوم کرمه. مگس سالیانه 9000 نفر رو میکشه، همین مگسی که بر ما اهمیت نداره. حشره قاتل سالیانه 12000 نفر میکشه، یه حشره است به این صورت، کنه شاید اسمی هست. سگ هم آدم میکشه، سالیانه 40000 نفر رو میکشه سگ. خب مار 50000 نفر در سال میکشه. کرمه ها، این کرم آسکاری است، کرم ها مختلفه، سالیانه 60000 نفر رو میکشه این کرم. حلزون هم آدم میکشه، سالیانه 110000 نفر رو میکشه. انسان هم آدم میکشه دیگه، سالانه تقریبا حالا به سالای مختلف فرق میکنه، 475000 نفر رو انسان میکشه. اما بیشترین قاتل پشه است، سالانه 725000 نفر رو میکشه. همین پشه‌ای که هیچی برای شما چی نیست، قاتل اول در دنیاست. البته بعضی از دانشمندا میگن که قاتل دومه بعد از انسان. یورونیوز میگه که قاتل دوم پشه است بعد از انسان. متوجه هستید؟ پشه 500000 نفر میکشه و این بعد از انسان که 558000 نفر میکشه بالاتر است. بعد از اون جالبه که کرم خوکی است. کرم خوکی هم که اسلام ممنوع کرده از همه بیشتر آدم میکشه. بله، عرض به حضور شما که پس پشه خداوند خجالت نمیکشه، در مورد موجودی صحبت میکنه که در زندگی میلیون ها انسان تاثیر داره. فقط یک کارشه، ولی فقط این کارش نیست. یک
یک عجایب خلقت خداست در این فیلم، ببینید بقیهش من توضیح میدم. فیلم رو لطفا بیارید. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. پشه‌ای زیر میکروسکوپ قرار گرفته است با مقیاس 1400 پیکسل، یعنی خیلی خیلی نزدیکش کردن که در سرش 100 چشم میبینیم. وزن پشه 1/1000 گرمش و در سرش 100 چشم قرار دارد. در دهانش 48 دندان قرار دارد. در سینه‌اش 3 قلب وجود دارد، قلبی در مرکز و قلبی در دو طرف، و در هر قلب 2 دهلیز و 2 بطن و 2 دریچه قرار دارد. و همچنین پشه مجهز به دستگاهی است که هواپیما مجهز به آن نمی باشد، مجهز به دستگاه دریافت حرارتی است، یعنی اشیا را با رنگها و اشکال و حجم خود نمی بیند، بلکه اشیا را فقط با حرارت آنها می بیند. دمای اتاق در زمستان 5 درجه گرمایش دارد و دمای بدن بچه 37 درجه است و فقط بچه را میبیند. همچنین پشه دارای دستگاه آزمایش خون مجهز است و خونی را نمیپسندد. سپس شروع میکند و یک نمونه از آن را میمکد. گاهی دو برادر در یک تخت خواب میخوابند. خون یکیشون را نمیپسندد و اون را نیش نمیزند، اما دومی را مرتب نیش میزند. با دستگاه آزمایش خون و دستگاه ذوب خون خون را میمکد، زیرا خون انسان رقیق است و در خرطومش جاری نمی شود، لذا خون را ذوب می کند. و پشه دارای دستگاه بیهس کننده هست. انگامی که بعد از چند ثانیه خون را می مکد و عمل بیهس کردن تمام می شود، پشه با تمام توان خودش آن را نیش می زند. سپس در سقف اتاق به پرواز در می آید. اما خرطومش دارای 6 چاقو است، 4 چاقو برای ایجاد زخمی مربعی شکل و 2 چاقو هم مانند لوله برای مکیدن و درد رساندن هستند. و در پاهای پشه چنگال هایی قرار دارد که برای زدن بر سطح خشن استفاده می کند، و همچنین داره قلاب هایی است که برای زدن بر سطح صاف از آنها استفاده می کند. این خلقت الله هست. پس نشان دهید غیر از او چه چیزی خلق کرده اند. راستی خداوند از این که مثال پشه یا بالاتر از آن را بزنند شرم نمی کند. ببینید این فقط تعداد کمی از قدرت پشه بود. این پشه همین حیوان کوچیک، همه چیزایی که فیل داره اینم داره، ولی فیل بار نداره، بال نداره، این بال هم داره. از طریق بازدم انسان ها جاش پیدا میکنه. دستگاهی تو بدنش هست دیگه. این چی هست که توش این همه دستگاه هست؟ خون تحلیل میکنه، خون که کدومش به دردش میخوره. دستگاه بیهس کننده داره. باورتون میشه که نیش خودش رو بعد از اینکه نیشت تمیز میکنه در یک قاب میذاره، مثل که ما پول تو کیف میذاریم. رازاش تموم شدنی نیست این پشه به این کوچیکی. و جالبه که معجزه دوم دو همین کلمه که براتون خوندم میخوام بگم که همین کارا رو ماده انجام میده. زنبور چیز پشه نر بعوز بیش بگم، پشه ماده رو بگم بعوزه، بعوزه این کار رو انجام میده، پشه ماده انجام میده. و اینو قرآن ذکر کرده، این شد دو معجزه. قلبش یه دفعه گاهی به طرف بالا میره به مغز میده، مغزش چی باشه، گاهی به طرف 3 تا قلب داره، گاهی به طرف اندام داخلیش میده. کی تنظیم میکنه اصلا؟ چرا باید 3 تا قلب داشته باشه؟ چی هست که خون داشته باشه؟ میگه مرچه چیه که کله پاچش باشه؟ این پشه رو ببین چه چیزایی داره. تازه همه رازاش کشف نشده. اما راز دومش این است که ما گفتیم رازاشو میخوریم، نه 5 تاشو میگفتیم، 2 تاشو گفتیم، یکیشو گفتیم، حالا یکی دیگره میگیم. بیارین لطفا آیه رو. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. بعوضه مادهشو میگن و این ماده هست که همه کار است. پس خدا به ما خبر داد که صحبت از پشه ماده است و خبر داد که پشه این چیز کوچیکی هم نیست که ما آدم خجالت بکشه بگه این خلقت منه. ولی اعجاز بالاتر از این که اصل مزلم در مورد همینه که 2 تا اعجاز توش هست باز. فما فوقها، فما فوقها میگه ببینید معنیش اینه، معنیش ببینید خدا را، خدای را از اینکه به پشه یا فراتر از پشه مثل زند شرم نیاید،
پس کسانی که ایمان آورده شرم نیاید، فراتر از مس پشه. خب برگردیم تا ما برای بینندگان توضیح بدم. ببینید اینجا فراتر از پشه، میخوام بلاغت زبان عربی رو بگم، سه معنی داره. مافوقها سه معنی داره. پشه و کوچکتر از پشه، زبان عربی این معنی میده. پشه و بزرگتر از پشه. و پشه و چیزی که بالای پشه میشینه یا بالای پشه هست. و ما فما فوقها سه تا معنی داره. یعنی میگه خدا خجالت نمی که از پشه و بالاتر از پشه حرف بزنه، یا از پشه و پایینتر از پشه حرف بزنه، و از پشه و چیزی که سر پشه نشسته حرف بزنه. خب اگر پیامبر میخواست بگه که آقا من خدا خجالت نمیکشه که از پشه و چیزی که بالای پشه نشسته حرف میزنه، ابو جل قهقهه میزد که آقا این پشه رو که ما میبینیم بالای پشه چی نشسته؟ هیچی ننشسته. این میگه میگفتن مجنون از زبانم لال، این میگه مجنون پشه رو دیگه که ما به چشم خود میبینیم بالاش که چیزی ننشسته. اما دستگاه هایی که الان اختراع شده، میکروسکوپ هایی که اختراع شده، ریزبین هایی که اختراع شده، پته پشه رو ریخته رو آب، صد هزار بار بزرگش میکنن. الان فیلمش برات، عکسش برات نشون میدم. بالای پشه حیوانای ریزی از سرخ، بهش میگن کنه ریز، کنه ریز. پس اولا بلاغت قرآن ببین، هم ابو جهل میفهمونه، میگه آقا من خدا از پشه مثل میزنه، او کوچیکتر از پشه پروا نداره یا بزرگتر از پشه پروا نمیکنه. هم بلاغت قرآن نشون میده که برای 1400 سال قبل صحبت کرد که قهقهه نزن آقای ابو جهل و آقای ابو لهب، هم برای امروز به ما که آقا فما فوقا معنیش اینه، بالای ارزم به حضور شما سر پشه. خب حالا مقاله که بهش رسیدیم، پس این شد چند تا معجزه؟ سه تا معجزه. حالا معجزه چهارم به شما نشون میدیم که بالای پشه چیزایی نشسته. ببینید این مقاله علمیست، ترجمه براتون کردم از گوگل، ببینید بیارید. این مقاله است، این عکس پشه است که بزرگش کردن، این آقا داره نشون میده، حالا اسمش هم میگم. این دست پشه روش نشسته، رو پشه ببینید چیزای سرخ رنگ هست یا نیست. فما فوقها ها بالای پشه نشسته، پشه رو پوشونده. حالا دانشمند هنوزم نمیدونه که آیا این پشه رو میکشه یا نمیکشه، ولی از پشه خون پشه میخوره این حیوان. ببینید انگشت دست این ناخونه، بزرگش کردن، این پشه است، بزرگش کردن. بالای پشه این کنه ریز است، حیوان دیگه است، دهها کنه ریز روش نشسته. ببینید اینجا بهتر معلوم میشه، بزرگترش کردن، اون روش نشسته. فما فوقها ها، پس خداوند میگه اینجا این رو گردنش زیاد نشسته، باز پشتش شد دیگه. خب پس الله پاک میگه خبر داشته که بالای پشه چیزی نشسته، و این رو پیامبر که میکروسکوپ نداشته، پیامبر که خبر نداشته، پس از کجا میدونسته؟ حالا ترجمه مقاله رو ببینید. این مقاله بود، بیارید مقاله رو. این مقاله است، حالا ترجمهش من براتون بیارم، در گوگل میارم که باز نگید از خودش گفت برگرد تا فرمون. این گوگل زدم همین مقاله رو، گوگل ترجمه، از انگلیسی به فارسی ترجمه کردم. پشه ها در سادبری، چون که حالا چی است، ترجمه گوگلیست دیگه، شاید معنیش کمی براتون سخت باشه. پشه ها در سادبری مورد حمله خونخاران قرار گرفتن. پشه ها حمله قرار گرفتن. سادبری کجاست؟ محل آزمایشگاه است در انگلستان. خونخاران همون حیوانات ریز میگه که خون پشه رو میخورن. مرد سادبری، منظورش دانشمندی در پایگاه علمی سادبری، میگه اخیراً ان تعدادی پشه پوشیده از کنه های قرمز ریز را کشف کرده. پشه پوشیده یعنی باز این دقیق نگفته بالای پشه، زیر پشه نیست. قرآن دقیق تر از این دانشمند هنوز گفته. این در دار سال 2016 کشف شده. من این مقاله رو براتون خلاصه کردم، چون که گوگل خلاصش کردم، ببینید که چی نوشته. یک لحظه، این همین مقاله است، بیا همین مقاله. پشه ها در سادبری، منظورش در مرکز علمی سادبری، مورد حمله خونخوارار قرار گرفتن. مرد سادبری یعنی دانشمندی در همین مرکز علمی، اخیراً تعداد پشه پوشیده از کنه‌های ریز قرمز را کشف کرد. بروس دوران، همین دانشمند، همین عکسش که بار اونجا دیدید، در کارکنان ساینس نورس
میگه این کنه های آلوده به پشه رو که در سادبری یافت شده رو نشون میده، اینو نشون میده، در همه عکس نشون داده. دیوید مارکس اون کسی که کشف کرده متوجه چیز عجیبی در مورد برخی از پشه ها شد که سعی کردن او را در گلخانه ای در سادبری، سادبری هم مرکز علمی است، نیش بزنن. بنابراین او چند عکس گرفت. مارکس گفت این چیزها در اطراف پرواز میکردن و این وزن قابل مشاهده و وزن قابل مشاهده داشتن و پروازشون هم کند شده بود. پشه های پوشیده از کنه آبزی هستند. دیوید مارکس عکسش هست، این در زیر عکس توضیح میده. او پشه ها را قرمز روشن توصیف کرد و گفت که آنها کنتر از سایر پشه ها پرواز میکنند. به نظر میرسد پشه ها در حالی که به دنبال یک وعده غذایی خون خود بودند، مورد حمله کنه های کوچیک آبزی قرار گرفتند. کنه آبزی را میشه به صورت قرمز دید، عکس رو دیدید. خب میگه این در روی پشه های ماده هم هستن. ببین پشه های ماده، من گفتم که اینم اعجاز قرآنه. گفت این کنه ها یعنی این حشرات ریز که از خانواده عنکبوتیان هستن روی پشه ماده رو میبکن، خون پشه ماده رو میبکن. چرا؟ برای که اصلا پشه نر خون انسان رو نمیبکه، پشه ماده میبکه. خب حالا دوران یعنی همون دانشمندی که داره توضیح میده با بیان این که مردم نگران گزیده شدن توسط این کنه های خاص نیستن، چون که کنه اونا رو نمیگزه، این کنه پشه رو میگزه. گفت این یه جور خنده‌دار است که ما یک پشه ماده داریم که توسط یک خونخوار مورد حمله قرار بگیره، یعنی پشه ما رو حمله میکنه و ما کنه اون حمله میکنه. کنه های آبزی به انسان حمله نمیکنن. نقاط قسمت چسبیده به پشه های کنه آبزی خونخوار است. این در عکس توضیح میده. خب حالا داره دانشمندا چیکار میکنن؟ میخوام ببینم میتونه این کنه ها رو زیاد کنه، نسل پشه ها رو بکنن، چون پشه 500 هزار نفر در سال میکشه. دانشمندا رو این دارن تحقیق میکنن. حالا یک بار دیگه شما همین عکس ها رو ببینین، فما فوقها رو ببینین. اینا این دانشمند توضیح میده، میگه آقا این عکس داره نشون میده این کنه های سرخ ریزی که میبینین رو پشه ماده نشسته، این آقا این همون فما فوقه هاییست که قرآن ازش ذکر کرده و تا تلسکوپ، تا میکروسکوپ های ذره‌بینی، ریزبین ها، میکروسکوپ های الکترونیکی کشف نشده بود، کسی نمیدونست که روی پشه چی هست. بلکه اگه پیامبر اگه میگفت قهقه میزدن. پیامبر گفت، اما بلاغت قرآن باعث شد که طوری بگه که ابو جهل فکر کنه داره در مورد مثلا پشه و مگس و اینا صحبت میکنه. گفت پشه فما فوقه ها، مگس و سوسک و نمیدونم عنکبوت و چی میگن زنبور رو، میگه داره در مورد این صحبت میکنه، در حالی که نه، در مورد اونم میشه صحبت کنه، ولی بلاغت قرآنه، بیان قرآنه که هیچ کس نمیشه، کلام الله است دیگه. حالا دنبال پنجمین، تاله چهار معجزه رو بهتون نشون دادم دیگه، درسته یا نه؟ بذارید برگردم معجزه پنجم رو ببینید. در یک آیه پنج معجزه، تو باز کافر ایمان نمیاره. حالا چرا ایمان نمیاره؟ اونو براتون میگم. اجازه بدید. خب وقتمونم کمه، اینم یاری نمی کنه. باز آیه رو من به خاطر این جدا نوشتم، گرنه یک آیه است. خب دوباره آیه رو ببینیم، این حالا دیگه پنجتا رو پاک کنیم، چون پنجمی رو الان براتون میگم. پنجمی رو پاک کنیم. خب پنجتا معجزه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. خداوند شرم نداره که در مورد پشه صحبت کنه، یا در مورد بالاتر از پشه، یا کوچکتر از پشه، یا چیزی که بالای پشه هست. فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. کسایی که ایمان دارن مثل سجودی، مثل بینندگان عزیز ما، میدونن که این از طرف خداوند حق است. و اما الذین کفروا، و اما کسایی که کافر هستن، این معجزه پنجمه. فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. میگفتن ابو جهل میگه چیه، میگه در مورد پشه حرف میزنی مرد حسابی، تو میگه من پیغمبرم در مورد پشه حرف میزنی. یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یذل بهی الا الفاسقین. خداوند میگه خیلی ها رو با این آیه گمراه میکنه، خیلی ها رو با این آیه هدایت میکنه، اما خدا در گمراه کردن گناهی نداره، خودش فاسق است، بدکار است، میخواد شراب بخوره، هر چی بهش میگه قبول نمیکنه. گهنت ببین، پیشگویی پنجم قرآن این است که این، یعنی این دیگه معجزه است که بشه آدم رد کنه. تو رو خدا اینو میشه رد کرد؟ اینم میشه رد کرد؟ او کافر ردش میکنه، ولی که فاسقه. پس پنج تا معجزه شد. اولا که
پشه چیز مهمیه، دوم این که پشه ماده است که نقش داره در زندگی، اون نیش میزنه و اون است که مهمه، و سوم این که بالای پشه حشرات کوچیکی هستن که کشف شده تازگی 2016، سال 2016 کشف شده، 1400 قبلش پیغمبر ما کشف کرده. آقای صحبت فکر کنید، در سال 2016 کشف شده، اون در سال 607 میلادی کشف کرده، تو قرآن اومده، کتاب قرآن که در سال 2017 نوشته نشده. این شو سه معجزه. معجزه چهارم بلاغت قرآنه که کافران نتونستن در اون وقت ایرادی بگیرن و امروز معجزه رو بر ما هم گذاشت. و پنجم این است که فاسق‌ها هستن که ایمان نمیارن، یعنی انسان که عقل داشته باشه. یک آیه پنج معجزه و در آیات دیگه هم معجزه زیاده. امیدوارم که از بس که این مسئله پر بود و شاید که من اونطوری که باید شاید براتون نتونسته باشم بیان کنم در این وقت کوتاه. منتها امیدوار هستم که همینم کافی باشه. حالا بعضی از پیام‌های شما رو می‌خونیم. آقای داوود ناجی در مورد برنامه قبلی ما صحبت کرد که آقای عزیز لطف کنید دقیق‌تر صحبت کنید. شما میگویید خوب است که آدمی که خدا را قبول نداره اینقدر مؤدب باشه، که آقای داوود ناجی عزیز هستن. آقای عزیز لطف کنید دقیق‌تر صحبت کنید. شما میگویید هر چیزی که درست شده خالقی داره، پس خدا و دین رو چه کسی یا چه چیزی درست کرده؟ ببخشید من از کنجکاوی پرسیدم. خیلی کار خوبی کردید پرسیدید، اما یک اشتباه کردید. شما در زبان ما یک حرف گذاشتید که ما این حرف هرگز نزدیم. شما فرمودید، شما میگویید یعنی ما رو گفتید، شما میگویید در حال که ما نمیگوییم. شما گفتید میگویید که هر چیز خالقی داره. ما اینو نمیگیم، هیچ کس در دنیا اینو نمیگه که هر چیز خالقی داره. ما مسلمانم نمیگیم. بله ما نمیگیم. شما حرفت فلسفی ملحدین با کلمات بازی میکنن تا گمراه بشن. ما نمیگیم که هر چیز خالقی داره، نه ما نه ملحدین. همه ما معتقد هستیم که یک چیزی اول بوده. نمیشه که بگیم یه چیز از اول نبوده. ملحد، کمونیست و غیر کمونیست، هر جور ملحدی که داریم میگه آقا ماده از اول بوده، شعور هم نداشته، سنگ خورده به در دیوار شده موبایل. ما میگیم نه، هم چیزی نیست. اون چیزی که اول بوده، اون باهوش بوده. دلیل ما این است که نمیشه سنگ بخوره بشه دیوار. و دلیل دوم ما این است که اون برای ما قرآن فرستاده به زبان ما، زبان پیغمبرای دیگر کار نداریم. و الان شما دیدید که در یک آیه پنج معجزه بود. به خدا پنجاه معجزه است که اگر آدم روش بره قشنگ تو نگاه کنه آیاتو، دستورش معجزه، بلاغتش معجزه. خب مثل این قرآن میگه بیار، باز بگو خدا نیست. پس ما نگفتیم. شما ببینید اینجا اشتباه شد. شما میگویید هر چیزی که درست شده خالقی داره. کی ما گفتیم؟ من هرگز این جمله شما از من نشنیدید. خدا اگر یک چیز حساب کنیم، اون وقت هر چیزی که هست خالق نداره. نه ما اینو میگیم، نه کافرا میگن، نه ملحدین میگن. یه چیزی از اول بوده. ما میگه باهوش بوده، اونا میگه بیهوش بوده. ما میگم آقا سنگ از دوامند حرکت کنه بیاد جلوی خونه من، مثلا تو خیابون پیروزی، خیابونا رو دور بزنه، میگن باهوش اومده. تو میگی نه، همین الله بختگی یکیش اومده جلوی خونه تو. این ما قبول نمی کنیم. با جلوی خونه من اومده این سنگ. تصور کنید مثلا اینا اینجوری میگن دیگه، کوی دماوند تو تهران دارم میگم برای عزیزانی که از تهران خبر ندارن. تهران بالاش کوی دماوند، اونجا منفجر بشه آتش فشان، سنگا حرکت کنه، خونه ما تو خیابون مثلا پیروزیه حرکت کنه، بیاد از قلک و بیاد نمیدونم میدان فوزیه و میدان شاله و باز بیاد خیابون پیروزی شده الان دیگه، قبلا خیابون نیرو هوایی بود، بیاد نمیدونم خیابون مقداد و بعد بیاد جلوی کوچه داوودزاده پلاک 18 وایسه. خب معلومه که من میگم همینطوری نیومده. نه میگه صد طرف رفته، این اینجا اومده. میگم پس چرا این نفس میکشه این زمین؟ چرا درخت داره؟ چرا آب داره؟ چرا فلان داره؟ نمیشه بی خود اومده باشه. خلاصه حرف اینه که ما نگفتیم هر چیزی خالقی داره و شما اینجا اشتباه کردید. این آقای جانجانی که معتقد است که من شیعه نیستم ولی شیعه هست، نباشم، حالا بالاخره فوش میده، اخلاق شیعه داره. میگه پیامبر در چنگ بدر چای آب رو پر، این همه فوش داده ها، باباش میگه تو من فوش میدی، من فوشاشو پاک کردم. پیامبر میگه در جنگ بدر چای آب رو پر کرده و در جنگا درختان رو میبریده، اونم توی عربستان بی آب. اگه میگی تکامل بر پدرت لعنت، بدون اینکه دلیل برش بیاری که غلط است، پس از طرفداران علمم نخوا که بر رد اعتقادات چرت شما دلیل بیارن. اولا که حرفای بی ربط نزن، اون بالا به پایین چه ربطی داشت؟
این جنگ آدم حلوا تقسیم نمیکنه. من که گردن طرف مخالف خودم رو میخوام بزنم، بمب اتم میخواد به من بزنه آمریکا، آبم سر من قطع میکنه که من تسلیم بشم دیگه. این که جنگ حلوا که در جنگ پخش نمیشه. ولی بس به این بس چی ربطی داشت؟ ما تکامل رو میگیم، بر پدر تکامل لعنت، برای اینکه شما دلیل برش ندارید. خب من اگه دلیل دارید خب ثابت کنید دیگه، نشون بدید که یه کسی مثلا یه گاو بیاد موبایل درست کنه، یه گاو بیاد هواپیما درست کنه. کاش گاو شما مثال میزدید. شما میگه خود به خود موبایل هواپیما درست شده. ما دلیل داریم، ما به شما قرآن آوردیم که آقا این معجزات در اینجا چیکار میکنه. 1400 سال پیش تلسکوپ بوده، میکروسکوپ بوده، نمیدونم ریزبین بوده، خردبین بوده، چی نبوده که. خلاصه ما از ما گفتن و از شما گویا نشنیدن. وقت چون تمومه، پیام ها زیاده، شاید یه روزی برای پیام ها بذاریم. الله حافظ و نگهدار همه شما. أشهد أن